ظواهری هدف حمله هوایی نیروهای آمریکایی در کابل. روز یکشنبه وزارت داخلی امارات اسلامی افغانستان در خبرنامه از برخورد یک گلوله موشک بر یک خانه در ساحه شیرپور شهر کابل خبر داد و نیز افزود این حمله تلفات را در پی نداشت. و اما چند ساعت پیش از تایید جو بایدن از مرگ ظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی افغانستان در رشته توییت نوشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی امارات اسلامی با بررسی این حادثه متوجه شدند که این حمله توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده است و آن را نقض آشکار اصول بین المللی و مواد توافقنامه دوحه خوانده است. اما در سوی دیگر مرگ ظواهری در کابل با موجی از واکنش های داخلی و خارجی به همراه بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته است کشته شدن ظواهری دلیلی است بر این که می توان بدون جنگ در افغانستان تروریسم را ریشه‌کن کرد. و همچنان جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در واکنش به این رویداد گفته است مرگ ظواهری گام به سوی جهان امن تر است. و اما سوال اینجاست کشته شدن ظواهری در افغانستان عامل چه پیامی برای امارات اسلامی است و آیا کشته شدن رهبر شبکه القاعده ابعاد مثبت و منفی در روابط با آمریکا در پی خواهد داشت و اینکه نقض توافقنامه دوحه از چه جانبی است، امارات اسلامی یا آمریکا؟ سلام، شما بیننده برنامه افغانستان 1400 با من محب یوسفی هستید. برای بحث بیشتر در همین مورد محمد علی احمدی استاد دانشگاه در استودیو، احمد سعیدی استاد دانشگاه و مرزا محمد یارمند آگاه مسائل نظامی هم در خط اسکایپ با ما هستند. سلام به شما مهمانان گرامی، با شما آغاز میکنم. آقای احمدی، 11 سال پس از کشته شدن بن لادن حالا ظواهری در دل پایتخت در افغانستان کشته شد، ارزیابی شما چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب یارمند صاحب، جناب سعیدی، مهمانان بینندگان نهایت محترم. در اصل اهمیت و گستردگی واقع و ای که این رویداد میتونه در مرابطات طالبا با دنیا، دنیا با طالبا و حتی در قسمت مبارزه با تروریسم، آینده تروریسم، سرنوشت دنیا، امنیت و صلح در منطقه فوق العاده تاثیرات مستقیم داشته باشه و تاثیرات فوق العاده گسترده در این جای شک وجود نداره. منتها آنچه که بسیار مهم است فعلا در مرحله اول پیش از اینکه تمام زوایا گفته شود است که در مرحله اول همین رویداد میتونه به عنوان یک نقطه عطفی باشه در ارتباط دنیا با طالبا و طالبا با دنیا، یا به عنوان آغاز یک فصل جدید بعد از یک سال روی کار آمدن طالبا. طالبا بسیار تلاش کردند که دنیا را متقاعد کنند که در افغانستان بر اساس تعهدات دوحه هیچ معنی و محمل برای تروریسم نیست، ولی حداقل چیزی که در ظاهر قضیه حکایت میکند این است که کشته شدن ایمن الظواهری در عملیات پهبادی روز یکشنبه این بزرگترین محک است برای راستازمایی طالبا و اینکه طالبا در تعهد خود به دنیا و آمریکا آیا صداقت لازم داشتن نداشتن. اینا کشته شدن ایمن الظواهری حداقل دست بالا را در قدم اول با آمریکا میده و اینکه آمریکا واقعا همون گپی که بلینکن گفت که عملا طالبا ثابت کردند که با تروریسم القاعده رابطه تنگاتنگ دارن و به هیچ عنوان اینا با تروریسم، شبکه های تروریستی قطع ارتباط کرده نمیتونن و افغانستان همچنان مأمن تروریسم است. تنها نه القاعده، ده ها شبکه تروریستی دیگه در افغانستان حضور داره. یک نکته. نکته دوم، زوایای پنهان از قضیه هم فوق العاده گسترده است که من بسیار کوتاه میخوام فرسوار اشاره کنم بفرمایم. چون مجال باشه برای دوستای دیگه. بعضی از دوستا در صفحات اجتماعی احتمال دادن که همه کار توسط خود طالبان سازماندهی شده باشه، به این معنا کشاندن ایمن الظواهری در کابل به خاطر ازی که به دام آمریکایی‌ها بیفته و از این آدرس بتونه رابطه خود طالبا با آمریکا نرمال بسازه و مقبولیت و مشروعیت جهانی را کمایی کنه. یک نکته. نکته دوم، بعضی از دوستا احتمال از این میدن که کشته شدن ایمن الظواهری ربط داشته باشه به کشمکش‌های ذات البینی بین خود طالبا به خاطر ازی که بعضی از شبکه‌ها با طالبا، بعضی از شبکه‌ها با القاعده و ایمن الظواهری ارتباط داشتن و بعضی مخالف حضور اونها بودن. به هر حال قضیه فعلا زوایای بسیار پیچیده و پنهانی داره، ولی چیزی که بسیار مهم است که ما در کشته شدن ایمن الظواهری
آغاز یک فصل جدید در مناسبات دنیا با طالبا را میتونیم شاهد باشیم، حدس بزنیم یکی طالبا در این راستا چی عمل کرد دارن، چی موضع‌گیری دارن و چگونه میتونن این اتهام از خود رفع کنن؟ کار بسیار پیچیده و دشوار است. آقای احمدی اجازه بدین این پروسه داشته باشم. امارات اسلامی بارها گفتن به گروه های دیگر اجازه نمیتن، گروه های هراس افغان البته، تا از خاک افغانستان استفاده کنن و تهدید به منطقه و جهان باشن، اما حالا ظواهری در دل کابل کشته میشه. پیامد از چه هست به نظر شما؟ ببینید یک پیامد از به دنیا، با آمریکا، با خود شبکه القاعده چیز، به مردم افغانستان چیز، یک طرف قضیه، ولی حداقل چیزی که از حادثه کشته شدن ایمن الظواهری، اونم در منطقه شیرپور در کنار خانه خلیفه، و حتی که بعضی از افراد محافظ مربوط به خود شبکه حقانی است، و حتی گفته می شود که داماد خود جناب حقانی هم در این عملیات کشته شده، این نشانگر زیست حداقل قضیه به عنوان یک چیز بسیار بدیهی و روشن، این که طالبان در آزمون راسازمایی ناکام برآمدند و او دایه و ادعایی که داشتن که ما در قسمت مهار تروریسم کاملا موفق هستیم، جدی برخورد میکنیم، رابطه ما با شبکه‌های تروریستی مکمل قطع است، عملا در این راستا چیزی را که با دنیا ثابت کردن است که کاملا شعار با عمل فاصله داشته و دروغ بوده. آقای سعیدی، ظواهری در شیرپور در دل کابل کشته شد، به نظر شما احتمال همچون یک مورد وجود داشت؟ آیا شما پیش بین بودین احتمالش وجود داشت یا خیر؟ بله، بعد از سلام عرض ادب خدمت شما جناب مهین صاحب یاروان گرامی و آقای احمدی و بیننده های شما، من میخوام صحبت ها خود بسیار خلاصه کنم. بفرمایید. با کشته شدن ایمن الظواهری در شهر در شیرپور کابل، دیگر مذاکرات و قرارداد بین امریکا و طالبان که در دوحه امضا شده اصلیت خود از دست داده، باطل است. دیگر امریکا با او قرارداد تمکین نمیکنه. یک، چون طالبان وعده داده بودند که ما گروه های تروریستی را حمایت نمی کنیم، به خصوص القاعده را. حرف دوم، چرا اینطور کشته شده؟ کشتن آقای امین ظاهری قبلا باورده شده به خاطر احساس امنیت میکرده در کابل، خانمش، بچهش و نواسهش هم همراهش آورده شده. روز گذشته که کشته شده، در این کشتن زین الله مسئول مالی آقای سراج الدین حقانی، شاهدین حقانی پسر آقای حقانی و دنباد آقای حقانی هم کشته شدند که به نام دنبادشان را نمیدونم. سوم، اینها پلان چطور شده؟ تیارات بی سرنشین امریکا از میدان شمسی کویته، یعنی پاکستان، از میدان شمسی کویته که سابقا قرارگاه امریکا بود پرواز کردن، آمدن این عمل را انجام دادن. اما گفته میشه که با این کار، یعنی همکاری در داخل، در داخل طالبان به شمول همکاری استخبارات پاکستان وجود داشته، یک بخشش. البته بخشی گروه حقانی همکاری نداشته، به خاطر اینکه سه نفر از یک فامیل از اونها کشته شده و آقای حقانی هم مال کابل ترک کرده و طرف خود رفته، کابل ترک کرده. بنان در همین لحظه تضادی به خاطر از این وجود داره که خاطر تعهد باطل شده، تعهدی که به دو صورت گرفته بود، چرا شما اکثر اول دنیا را میبینید، و لحظات پیش به خاطر تشییع جنازه ازی بین آقای متقی و آقای عبدالباقی حقانی مشکل ایجاد شده. آقای عبدالباقی حقانی سرپرست تحصیلات عالی میگویند که گویا باید به این مسلمان یه تشییع جنازه گرفته شه، آقای متقیم که اگر این کار بکنیم امارت از دست میتین، حکومت از دست میتین. بلند وزیر دفاع آقای یعقوب در زابل است، در کابل تشریف نداره، آقای حقانی هم در کابل تشریف نداره. بلند کشتن ایمن الظواهری یک بخش دیگه هم داره، بخش دیگه ای که او بخشی بایدن است. شما میدونین 11 سال پیش بارک اوباما اسامه بن لادن را زمان کشت که انتخابات مجلس پیش روش بود، انتخابات سنا را میگم. به زودی ها بایدن میدانست که ما انتخابات سنا را شاید نبریم، به چند روز بعد انتخاباتی دارن. بنابراین این موقع را آقای بایدن انتخاب کرد تا بتانه محبوبیتی بین امریکا پیدا کنه، یک تعداد چوکی ها را در مجلس سنا زیادتر ببره. تردیدی وجود نداره که امریکا میدانن که تروریست‌ها در کجا است، ولی با این حرکت
همین لحظه که من به شما صحبت میکنم خانه ای که آقای ابن زواره کشته شده، طالبا یک پرده سبزی را به رویش انداختن، هیچ کس به نزدیکش نمیگذارن به خاطر اینکه تاروت جنازه به داخل خانه است نمیگذارن، و در ضمن از این خبرنگاران هم نمیگذارن مانند یک تعمیر ساختمانی. حقیقتی است که به همکاری پاکستانی ها و گروه داخلی طالبان، گروه داخلی طالبان که بخش ملا برادر باشه، این کار صورت گرفته. آقای سیدی، امارات اسلامی در آستانه یک سالگی حاکم شدن قرار دارد. همین گونه شما گفتین که بعض انتخابات امریکا همچنان داغ هست. شما پس به این باور هستین که این مورد برنامه ریزی شده بوده، درست؟ من اینطور است که تصور برده می شد که قبلا وجود داشته، اطلاعاتی دیگه ارتب وجود داشته، ولی کشتن ایمن الظواهری که و حضور فعالش در کابل که طالبان مطلق تعهد کرده بودن که هیچ تروریستی رو ما حمایت نمی کنیم، دنیا را تکان داد. یعنی وقتی که ایمن الظواهری در کابل است که رهبر مشهور القاعده ای که برجای تجارتی امریکا را زد و در کشورهای دیگه حمله کرد، در تانزانیا و در کجا، بنابراین نشان میده که رهبران دیگه بسیار وجود داره. با اساس دنیا سر از امروز در مورد طالبان تجدیدی نظر میکنه در سیاست خود. به نظر شما مواد توافقنامه دوحه را کی نقض کرد؟ امارات اسلامی یا هم ایالات متحده امریکا؟ البته پاسخ این پرسش را میشه بعد از وقفه شریک بسازین. 1400 ادامه داره، اما پیش از آن میان برنامه. بله. افغانستان 1400 همچنان ادامه دارد. آقای سیدی بفرمایین. ببینید شما اکسل اولا را ببینید، لحظات پیش شما شنیدین که وزیر خارجه امریکا گفت که دیگر مذاکرات دوحه و قراردادی را که ما با طالبان کردیم دیگر معنا نداره، دیگر رسمیت نداره، گپ خوردی نیست دیگر، یعنی بعد از سهمی لحظه باطل است. دوم اکسل عملی نخست وزیر کانادا را دیدین، اکسل عملی رئیسی نخست وزیری عربستان سعودی را دیدیم و دنیا را دیدیم، دنیا را دیدیم. بنان یعنی بازی نوی، حرکت نوی، تصمیم نوی امریکا در منطقه اتخاذ میکنه، اما باور می است که این بازی با این خوابود که طالبان یا حکومت طالبان از گروه حقانی تصفیه خواهد شد، متوقع طالبان با همکاری نیروهای دیگه در افغانستان به قدرت خواهد ماندن، یعنی تصفیه حسابی به خاطر گروه حقانی خواهد بود، خانه تکانی. آقای یارمند، آقای سیدی در مورد اختلافات در رهبری امارات اسلامی گفتن، به نظر شما این مورد چقدر میتونه درست باشه؟ درود بر شما و به جناب سیدی سیوی گرامی و استاد محترم و بیننده های شما. همچنان عرض شود که کشتن ایمن الظواهری ثابت کرد که بین تمام گروه هایی که در افغانستان، در پاکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان، در اویغور چین و می ترتیب در هر گوشه و کنار دنیا هر نوع حرکتی که وجود داره و عنوان حرکت های تروریستی، اینا صرف نامشان فرق میکنه، اهدافشان واحد است و به هیچ صورت اینا از هم دیگر جدایی ندارن. موضوع دیگه که من میخوام عرض بکنم ای است که مسئله توافقنامه دوحه امریکا از قبل میدانست، تار و پود تمام این گروه ها را میدانه و میفهمه و میبینه و همیشه را رصد میکنه با استفاده از وسایلی که در اختیار داره، مغزی از یا را میخوانه، اکثری از یا را زندانی کرده، در زندان زیر کنترل گرفته، مغزشان زیر کنترل گرفته، اینا را از لحاظ طبی معاینات کرده، اینا را از لحاظ مسائل لابراتوار و همچنان سایر موارد دیگه که در شناخت مافی زمیر هر کس ممد هست، در عصر حاضر همه این موارد را ایالات متحده امریکا میفهمید و با وجود فهم با طالبا و خاطر از اینکه بار خود از افغانستان سبک کرده باشه و برآمده باشه، با اینا یک توافقنامه که در شکست این توافقنامه از آغاز معتقد بود، فقط زمینه خروج خود مساعد کرد. اما ای که امریکا از افغانستان خارج شده، خارج نشده، امریکا به حد کافی در صفوف طالبا
ظرفیت های قوای بشری داره که از هر نوع حرکتی اطلاعات خود از منابع بشری به دست میاره، منابع بشری تهیه شده ای که داره، به همین ترتیب از منابع تکنولوژیکی که در اختیار خود داره، از منابعی که در منطقه در اختیار خود داره، در خصوص تمام حرکات و سکنات از اینا معلومات کامل داره و هر لحظه که خواسته باشه هر کدام از این از بین برده میتونه. آنچنانی نبوده که ایمانوئل زواهری آمده و این کشف بسیار یک 20 روز و یک ماه بوده باشه. ایمانوئل زواهری شاید بسیار همزمان با یعنی چند روز پس از سقوط کابل از سقوط جمهوریت آمده باشد تا به اکنون تمام فعالیت های ازی رصد شده و تحت تعقیب گرفته شده. ما به این عقیده هستم که چند چیز را ثابت ساخت کشتن ایمانوئل زواهری. یکی ای که مدارک اثباتی انکارناپذیری که در هر جا امریکا میتونه به عنوان یک تمسک قوی ارائه بکنه که طالبا علایق خود با تروریسم قطع نکردن و نمیکنن، اینی سند و تمسکش است که من در اختیار دارم که در خانه سراج دینی حقانی، خانه که مربوط به او گفته میشه و در نزدیکی منزلی از او با اعضای فامیلی از وام از بین میره، اینا همه مدارک اثباتی است که نسبت به این میتونه اقامه دعوی بکنه و اقدام خود در خصوص این مسئله قانونی و لازمی و متناسب فکر بکنه. آقای یارمند، آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفتن اگر ما در منطقه اگر حضور فیزیکی همچنان نداشته باشیم اما توانایی از این را داریم تا اگر تهدید باشه کسب او را از بین ببریم. به نظر شما این هشدار چقدر میتونه جدی باشه و هدفشان از این که توانایی یا حضور فیزیکی ندارن ولی توانایی از این را دارن تا از میان بردارن چی میتونه باشه؟ خب این کار ایالات متحده امریکا نشان داد، مثلا اسامه بن لادن را به میرقم کشت، یعنی مزدمن و زواهری را کشت، معاون القاعده را یکی از اعضای ارشد القاعده در غزنی کشت، به می ترتیب در کشورهای مختلفی این وسائل دارد، تجهیزات الکترونیکی و منابع بشری بسیار قوی دارد که هر لحظه تمام اینمی گروه ها را ایرسد کرده میتونه، رده های مختلفی را و تمرکز میکنه که کدامی از ایره من میتونم به نفع خود تغییر بتم، اگر تغییر کرد خوب یا غیر فعال شد، غیر فعال شد خوب، اگر نه که علیه امریکا و علیه منافع امریکا و علیه منافع کشورهای متحد امریکا اگر اقداماتی را مشاهده کرد فورا در از بین بردن از این های اقدام کرده میتونه و هر کدامی از ایره در هر جا هدف قرار داده میتونه. تشکر. آقای احمدی، که پیشتر هم گفتم امارت اسلامی تا چند روز دیگه از حکومت و از حاکم شدنش یک سال میشه، به نظر شما همچون یک مورد در همچون یک برهه زمانی چقدر میتونه تأثیر سو بگذاره؟ ببینید، طالبا بسیار تلاش کردن در این مرحله حاکمیت یک چهره بسیار مقبول و جهانی پسند و متناسب با ارزش‌های بین‌المللی از خود ارائه بدن و از مجاری دیپلماتیک هم تلاش کردن که از کشورهای مختلف حتی از آمریکایی‌ها بخواهند که به این باب گفتگو باز بشود و حتی بر اساس همون قرارداد دوحه سفارت باز شود، رفت آمدها و حتی طالب از دست سیاه کشیده شود. ولی فعلا اونچه که قرائن نشان می‌ده متاسفانه طالب ها عملا در میدان باغ قرار دارن، جدا از اینکه مذاکرات قطر عملا به نتیجه منفی رسیده، قرارداد دوحه عملا از مدار اعتبار خارج است. آمریکایی ها مترصد یک فرصتی بودن که عملا یک دستاویز سند محکمی برای طالب ها ارائه کنن و اونم در کنار خودشون در دو قدمی خانه جناب خلیفه صاحب که شما مهماندار کسی هستید که او جانشین خلف شخص بن لادن است و حتی در عملیات 11 سپتامبر نقش داشته، در عملیات در آفریقا نقش داشته و نگفتن اونه پیش از این راپورهایی نشد که حتی شبکه القاعده تلاش داره که در افغانستان چی در مناطق جنوب چی در مناطق شرق پایگاه هایی را برای تروریست های آفریقایی
آماده کنه. و حتی گفته شدن ایمن الزواهری تقریبا یک خبری بود که چند ماه پیش از طریق خود رسانه‌های بین‌المللی و از جمله خود سازمان ملل نشر شد. اما اینکه طالبا این همه وقت فرصت دادن و کوشش کردند که طالبا را مجال بدن، به خاطر اینکه شاید طالبا در معرض یک آزمون بسیار دشوار قرار داشتن و مهمتر از همه همون کشمکش‌های ذات البینی که یک شبکه متهم به نزدیکی با القاعده بود و شبکه دیگر مخالف. من فکر میکنم که طالب آمریکایی‌ها از انتخاب فرصت حمله برای ایمان الزواهری چندین هدف را تعقیب کردند. یکی دنیا را با خود همراه بکنند، سند قابل قبول ارائه بکنند و حتی بگذارند که اختلافات درونی طالبا به مرحله برسه که یک شبکه با اونا نزدیک شود، شاید راپور اطلاعات و حتی محل اختفای ایمان الزواهری از آدرس خود طالبا نظر به قرائن نشده باشه. گرچه آمریکایی هم نظر به گفته جناب یارمنصب اطلاعات لازم دارند، چه از طریق شبکه‌های الکترونیکی و چه از طریق شبکه استخباراتی. چیزی که بسیار مهم است این است که فعلا طالبا در یک دورایی بسیار دشوار قرار دارند. دورایی دشوار چیست؟ عین همون شرایطی که در زمان ملا عمر پیش آمد، در زمان حاکمیت قبلی طالبا. فعلا طالبا در یک مرحله دورایی بسیار دشوار قرار دارند، دورا بیشتر ندارند. یا این است که باز هم اینا بکوشن از طریق تصفیه حساب بین گروه‌های داخلی خود، شبکه‌هایی که مرتبط با تروریست‌های بین‌المللی است، در قدم اول اینا را تصفیه بکنن، چهره محبوبتر از خود را بکنن، که این کار کار بسیار مشکل و دشواره، به خاطر اینکه متاسفانه در درون شبکه ها نفوذ های خارجی وجود داره و حتی حلقات هم تلاش داره که تضادها را تشدید بکنن و حتی کشورهای همسایه. چون همیال ما تا جایی که خبر داریم مثلا به چه هدفه؟ به خاطر اینکه کشورهای منطقه عملا در درون طالبان شبکه‌های مختلف داریم، یک واقعیت غیر قابل انکار است. ببینید، یک بخش از طالبان با ایرانی‌ها ارتباط دارند، یک بخش از طالبان با چین ارتباط دارند، یک بخش با روس‌ها ارتباط دارند. اما امارات اسلامی همیشه گفتن که مستقل هستند و استقلالیت لازم را دارند. درست است. ببین، در شعار امیر میگفتن که اصلا چیزی به نام القاعده و داعش گروه‌های تروریستی عملا در افغانستان کاملا پاکسازی شده، وجود نداره. ولی که ایمان الزواهری امروز جنازه‌اش در شیرپور است و یکی دنیا می‌بینه و دنیا را انکار کرده نمی‌تونه. شما با چهار تیوی، با چهار پیام فیسبوکی که نمیتونه دنیا را ببینید. دنیا امروز دنیای عالم از ارتباطاته، دنیا دهکده واحد جهانی است. کوچکترین اختلاف، کوچکترین مشکل، ببینید ما سه ماه پیش یک راپور را در همین میز شما فکر میکنم صحبت شد، حتی یک از دوستای را انکار کردن که ما گزارش از سازمان ملل نشده بود که القاعده کوشش میکنه از حاکمیت طالبان دوباره برای تجدید قوا استفاده کنه و حتی پایگاه‌هایی هست که تروریست‌های هندی و آسیای مرکزی و حتی تروریست‌های آفریقا را در افغانستان آموزش می‌ده و بخش از اونها حتی با پاسپورت افغانی در دنیا سفر می‌کنن. یک از دوستایی که در بیرون نشسته بود میگفت که اصلا القاعده وجود نداره، به خاطر اینکه اینا سومش عملا دیگه توان مبارزه و جنگ نداره. برای همین اساس ما می‌خوایم بگیم که به شکل کلی که امروز سرنوشت مذاکرات قطر به بنبست رسیده، طالبان به یک بنبست بسیار جدی رسیده و اینکه طالبان بتونن دوباره خود بازسازی بکنن، این کار بسیار دشواره و ای که آمریکایی‌ها معمولا وارد گاو شوم، این کار بسیار دشواره، به خاطر اینکه ما متاسفانه بدیل نداریم. به هر حال چیزی که مهم است که سرنوشت جنگ سول در افغانستان فعلا در یک مرحله بسیار دشوار و سنگین قرار گرفته و در این شرایط اگر آمریکا عملا مثل دوره 2001 پای در میانی نکنه، خودش عملا حضور پیدا نکنه، من فکر می‌کنم از این خلاها کشورهای دیگه استفاده خواهند کرد. ممنونتون. از جمله روس‌ها. ممنونتون. رفت و برگشت کوتاه. آقای سعیدی، پس از برگزاری نشست ها به ویژه نشست تاشکند، امیدواری ها و خوشبینی ها همچنان خلق شده بود که امارت اسلامی به زودی بر رسمیت شناخته میشه. به نظر شما این مورد چقدر حالا میتونه تاثیر سو بگذاره؟ من فکر میکنم که اون چی که امید میرفت، امیدها با کشتن ایمن الزواهری و حضور فعالش در افغانستان، این امیدها را باد برد. سر از امروز کشورهای مانند ازبکستان، مانند چین، مانند ایران و یک تعداد کشورهای دیگه که به نحو نزدیکی میکردن با طالب، ترحم میکردن به خاطر روابط و رسمیت شناختن، در سیاست ها خود تجدید نظر میکنن، دیگر اون سیاست ها را دنبال نمیکنن، به خاطر اینکه اگر دنبال کنن در سطح ملی به بین ملی معرفی میشن من حیث یک کشورهایی که حمایت از تروریسم میکنن. دوم، ایمن الزواهری رهبر القاعده بود به شرط اولی
امریکایی بود که شما با القاعده روابط نداشته باشید. ایمن زواهری در پهلوی خانه وزیر داخله یک مملکت و 500 متری ارق پیدا میشه و عملیات میشه و کشته میشه. متاسفانه طالبان با 24 ساعت هیچ دو حرف به زبان نمیارن، میگن یک راکت آمده تلفات نداشته. مردم افغانستان خود چشم دارن، دید دارن، بینیایی دارن، میفهمن که حقیقت در کجا است. من بی باور هستم و عقیده راسخ دارم که دیگر دنیا تلاش به خاطر رسمیت شناختن طالبان نمیکنه. کشتن امیر زواهری مخالفت های داخلی طالبان را چاختر و فروتر میسازه، بحران داخلی دامنگیرشان میشه. این یک پهلوی گم است. و پهلوی دیگر کسانی که در طالب حمایت هم میکردن این جرأت خود از دست میدن، به خاطر از اینکه طالب باید بفهمه که پاکستان هر قدر دوست ما است ولی بیشتر دوست امریکا است، چقدر از میدان شمسی تیارار کمک کرد تا به کابل رسید. و دومش، طالب در حال حاضر مردم افغانستان با خود نداره. آیا در سیاست افغانستان هم چه یک خاموشی کار میشه؟ من فکر میکنم که شما شنیدین که بیا با توییت باراک اوباما رو شنیدین دو ساعت پیشتر که گفت که ما اگر به افغانستان حضور داریم و نداریم هر گروهی را میتونیم سرکوب کنیم بالا گشته. بعد از این دو کار پیش رو است. دیگر وزرای امارت اسلامی مسئولیت ندارن، مخصوصا کسانی که در لست سیاه هستند مسئولیت ندارن، هر لحظه خطر حمله وجود دارد. و از طرف دیگر با کشتن امین زواهری که 14 روز دیگه مونده که در مورد لست سیاه تجدید نظر شد، باور می است که سفرهای دائمی برای طالبان به وجود می آید که در هیچ جا سفر کردن از شما به این باور هستیم با گذشت هر روز رابطه امارت اسلامی با کشورهای منطقه و همچنان کشورهای جهان تیره تر می شه؟ نه، گذشته رو علیه حساب است، سر از امروز حساب کنید، بعد از کشتن امین زواهری حساب کنید. به چی میگم؟ شما می فهمید که در حدود دو ماه پیش تمدید کردن طالبان رو به خاطر صلح کسانی که در لست سیاه بودن که می تونن رفت آمد کنن. او تمدید یک در جا 12 روز مونه، دواره ای تمدید نمیشه، طالب تنها به کابل منصر میمانه. شورای امنیت ملل متحد با پیدا شدن امین زواهری دیگه جرأت ازیر نداره که اینو تمدید کنه. درست. آقای یارمن، به نظر شما چطور این حمله با دقت تمام انجام شد و این به خیلی ها تعجب برانگیز هست؟ ایالات متحده حالا هیچ نیرو، هیچ نمایندگی به افغانستان نداره. به نظر شما چطور تانست به این حد موفقانه این حمله را انجام بده و هدفی که داشت را به دست بیاره؟ من پیشتر به شما عرض کردم، ایالات متحده امریکا زمانی که وارد افغانستان شد در سال 2001 با دستگیری افراد طالبا، با تحقیقاتی که از اونا انجام داد و روش های تحقیقات علمی که با اینا پیش برد، اینا را با استفاده از شیوه های مدرن مافی زمیری هر کدامی از این را خوانده و تعداد زیادی از این استخدام شده هستند. به شکل اینا هستن که تابع مدیریت فکر آمدن. این یک بخش موضوع است که منابع بشری پرتاب شده در بین صفوف طالبان بسیار زیاد است. دو، مسئله تعقیب الکترونیکی و کشف الکترونیکی است. تعقیب و کشف الکترونیکی تا جایی که من میدانم هر کسی را که اونا در هر گوشه دنیا هدف قرار بدن و او را بخواهن تعقیب بکنن، برای 24 ساعت هر جایی که او باشه او را میبینن، او را شنود هم میکنن و میبینن هم. بنابراین ظرفیت کشف و تعقیب و ظرفیت کسب اطلاع، تحلیل و ارزیابی، قیمت گذاری، سپردن به صفحه کشف، این مسائل آنقدر در این کار امریکایی‌ها مهارت دارند که خیلی کمتر کسی دیگه مهارت داره، چون هم منابع قوی دارن، منابع پولی قوی دارن و هم منابع انسانی، هم منابع بسیار معتبر و مدرن تکنولوژیکی در اختیار دارن. به این اساس با باور من ایمن زواهری شاید از چندین سال به این طرف هم توسط ایالات متحده امریکا دیده می شده، هم شنود می شده، جایی که می رفته دیده می شده و چی وقت باید ایزده شود
و از بین برده شد و این هم به حساب مشخص شد تا اینکه اقدام انجام دادن. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان بارها گفت که ایالات متحده از او خواسته تا اجازه بده از خاک پاکستان استفاده کنه به خاطر اهداف که داره. به نظر شما این حمله در منطقه طرح‌ریزی شده بود؟ این حمله در منطقه طرح‌ریزی نمیشه. این از لحاظ اصول کشفی عمو ماموری که موظف در امی بخش ایمن و زواهیری کار میکنه همه قضایا در اختیاری از این قرار میگیره، باز این به سلسله مراتب این را پیشکش میکنه قدمه به قدمه تا رئیسشان و از رئیسشان بالاخره این مطرح میشه برای رئیس جمهور و به پنتاگون. یا ایسته که بعضا عملیات صورت میگیره که اصلا اون پنتاگون هم اینطور برش گفته میشه که ما در یک عملیات داریم، امو کوردینات هم برش گفته نمیشه، یا اگر توسط پنتاگون اجرا شوه باز همکاری از وارا مطالبه میکنن. این کار کاری نیست که از این به هر کسی چی شوه نهان کی ماندان رازی که از او سازن محفل ها. شاید گفته شده باشه با کشورهای منطقه که ما یک اقدامات داریم شما خبر باشین. راست آقای احمدی، با کشتن زواهری در کابل به نظر شما، حالا کشورهای همسایه که در این اواخر کم و بیش رفت آمدها هم وجود داشت، به نحو پراست نمی داشته باشند که با امارت اسلامی رابطه داشته باشند در حالی که همچون حملات در کابل انجام می شن؟ ببینید، یک فرصت طلایی برای طالبا وجود داشت در طی نزدیک یک سال اخیر. باور اکثر کشورهای منطقه، خاصتا کشورهای مثل ایران، چین، حتی روسیه و پاکستان، کشورهای خلیج، تلاش میکردن که از طالبا یک چهره کاملا جدید و مقبول به دنیا ارائه کنن، زمینه ارتباطات، سفرهای دیپلماتیک و حتی هم قرارداد دوهم که میسر شد، به خاطر از اینکه دنیا کشورهای منطقه لابیگری کردن که از طالبا یک چهره کاملا جدید و قابل قبول ارائه بکنن. منتها حالا با این رویداد بسیار از قضایا معکوس شده به دو دلیل. یک دلیلش است که در طی ده ماه طالبا او صداقت لازم را به دنیا نشان داده نتونستن، یک نکته. نکته دوم، الفبای اداره و حکومتداری کسب مشروعیت بود. حتی کشورهای شبیه پاکستان، قطر، کشورهای خلیج در قسمت شناسایی امارات اسلامی سر باز زدن، با اینکه رفت آمد ها وجود داشت، خوشبینی ها وجود داشت و ارتباطات پشت پرده، ارتباطات ظاهر کاملا برملا بود. و گپ اساسی تر است که چه بخوایم چه نخوایم، یک واقعیت غیر قابل انکار است که تمام دنیا در سیاست های کلان دنبال روی سیاست های امریکان. به چه معنا؟ اگر چنانچه امارت اسلامی با همین سیاست های لنگان قبل از کشته شدن ایمان الزواهری حداقل ده کشور منطقه، چند کشور منطقه اینا رو به رسمیت میشناخت، میشد امیدوار بود که چانس دوام امارت اسلامی بالاتر شوه و حتی کم کم آمریکایی هم تغییر موضوع بده. ولی حالا با کشته شدن ایمان الزواهری، اونم در قلب کابل در کنار خانه خلیفه، و با کشته شدن یک ده نفرایی که مربوط به خود شبکه حقانی است و حتی گفته شده که محافظینش هم مربوط به خود خلیفه پسر حقانی است، حالا چی بخوایم چه نخواهیم؟ یک ای که کشورهای منطقه کوشش میکنه سیاست خود همگام و همسو با سیاست ها و پالیسی های آمریکا عیار بکنه، چنانچه قبلا در دوره بن لادن و دوره ملا عمر اتفاق افتاد، به خاطر اینکه دنیا کاملا میفهمه اگر بخوایم جدای از سیاست های آمریکا رابطه خود با طالبان نرمال بسازیم، رابطه دیپلماتیک داشته باشیم، آمریکا چی بخوایم نخوایم ما را در معرض تحریم قرار میده، دایره مشکلات ما را دوچندان میسازه. و اینو میدونیم که حتی کشور حامی طالبان یگانه کشور بسیار جدی و مصمم در قسمت روی کار آمدن طالبان پاکستانه، ولی پاکستان دوست استراتژیک آمریکاست و حتی نظر به منابع در این عملیات هم چه بخوایم چه نخواهیم پاکستانی‌ها کاملا خبردار بودن، مطلع بودن و چه بسا هماهنگ بودن. شما پیشتر یک سوال مطرح کردید، مگر خود بن لادن در هیبت آباد پاکستان کشته نشد؟ با اینکه پالیسی ایجاب میکنه که دولت پاکستان بگه ما از عملیات خبر نداریم محکوم میکنیم،
و ما حال یعنی به خاطر کنترل افکار آمد به خاطر کنترل افکار آمد و حتی همین حرفی که امروز در کابل هم گفته میشه که کار خلاف نورم بین المللی است محکوم است، از کجا معلوم که حلقات از خود داخل طالبان کار نکرده باشه؟ چون ما یک شورا باید از عضوهای امارت اسلامی هم ببینید یک واقعیت غیر قابل انکار است، در درون طالبان در ارتباط با سیاست های کلان هماهنگی لازم وجود نداره، به خاطر اینکه رابطه القاعده و طالب یک رابطه کاملا استراتژیک و ایدئولوژیک قبل برای قندهاریا با القاعده بیشتر ارتباط داشت، ولی از زمان کشته شدن بن لادن و ملا عمر عملا قضیه معکوس شده، همه دنیا خبر دارن. این یک واقعیت غیر قابل انکار است و این رسانه ها هم میدانن که او قدر که شبکه حقانی متاثر از طراحی و برنامه ریزی شبکه القاعده است، برعکس شبکه قنداریا و کویته کاملا از او جهت ناراضه. اما شما گواه هستین که امارات اسلامی همیشه موضع‌گیری های تند و تیز داشته در برابر ایالات متحده آمریکا. همچنان که موضع تضرع هم داشتن که بیان ما با شما رابطه برقرار میکنیم، قرارداد دوها یک یکی باید اجرا شوه و اینکه القاعده وجود نداره، القاعده که هیچی، حتی سایر شبکه های تروریستی وجود نداره. ببین حرف شعاری و مردم فریب، حرف رسانه‌ای یک چیز است، حرف واقعیت هایی که مردم بر اساس اونها محاسبه کنه و بر اساس اون برای شما حساب باز کنه او کاملا متفاوت است. برای می اساس طالبا فعلا چی بخوای نخوای در این آزمون در این امتحان کاملا بازنده قرار دارن. وقفه کوتاه میگیریم. آقای سیدی، شما پیشتر در مورد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتین و بس انتخابات را پیشکش کردین. شما گواه هستین که جو بایدن در این اواخر از محبوبیتش کاسته شده. به نظر شما این دست آورده که از سوی آمریکا عنوان میشه، حالا چقدر میتونه بایدن را کمک کنه؟ بله، ببینید بایدن از محبوبیت بسیار ناچیزی برخوردار بود. با کشتن ایمین زواهری شما فردا یا دیگه فردا خواهد دیدیم که یک مقدار لیول بالا میره و به این خاطر به این همزمان کار کرده که یک کمکی بتانه در انتخابات راه های بیرونی ببره. میخوام خدمت شما یک چیز دیگر عرض کنم. طوری که جناب مئیس هم گفتن، امریکا از وسایل پیشرفته تکنیکی با امکانات نفوذ در داخل طالبان، نفوذ در داخل ترورستان برخوردار است، میدونیشن. اما به این روزا در کابل از یک بخش دیگه هم امریکا بیشتر دسترس پیدا کرده در داخل افغانستان. شما میدونید که قرار بود که قرارداد چهار میدان هوایی کابل به قطر و ترکیه داده شد، همزمان ملا برادر رفت به امارات داد. امارات کشوری است که با اسرائیل به رسمیت شناخته و شما اطلاع که همین لحظه در میدان هوایی کابل، در هرات، در مزار شریف کسانی که آمده زیادتر گفته میشه که ظاهرا به نام عرب یا به نام کشور دیگر زیادتر کسانی هستند که عضو موساد یعنی استخبارات اسرائیل هستند. بنابراین موساد اسرائیل بسیار با استخبارات خیلی اندیشه و بالا و بلندی داره. اینا هم میتونه امریکایی‌ها رو در منطقه کمک کنه. عملا همین از میدان‌های هوایی غیر مستقیم به دست اسرائیلی هست از طریق امارات متحده عربی. بنابراین من فکر میکنم که تمام دنیا با کشته شدن ایمین زواهری تجدید نظر میکنه و دیده شده که کسی را که قبلا ایمین زواهری گفته بود که به نام الهدی هدا باید جانشینی بشه، که او الهدی هدا کجا است، آیا به دوزن کشته شده یا نه، یا دیگه کسی جانشین میشه، خواهد چند روزی را بطل خواهد شد. حال مشکل احساسی که دامنگیری طالبان مرده ایمین زواهری هست. اگر طالبان به این یک مراسم اسلامی میگیرند دفن میکنند در کابل یا جای دیگری دفن میکنند، باید اعلان جنگ کنند علیه آمریکا. اگر مرده ای را به آمریکایی‌ها تسلیم میکنند یا دفن نمیکنند، خود چوب بگیرند نصف شب به یک جای دفن میکنند، پس ثابت میشه که باورهای اسلامی و عقیده که کلمه میگفتن الله اکبر میگفتن که اسلام مرزی نداره، این اسلامیت از اینا هم زیر سوال میره. چالش بزرگ از اینا در حال حاضر دفن کردن ایمن زواهریه که اگر با مراسم دفن کنن با امریکا چی بگن، اگر نکنن با جهان اسلام چی بگن. این هم خطر بزرگیه که طالب رو تهدید میکنه. پس به نظر شما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده توانست ماهی مراد خود از این حمله به دست بیاره؟ بدون شک. به شما اگر شنیده و در سالی که اسامه کشته شد، باراک اوباما با کشتن اسامه تانست که بالای 60% انتخابات رو ببره. همین لحظه هم در حالی که بسیار ناامید بود حزب دموکرات،
اما با کشتن ایمن زواری باراک اوباما چقدر خوشحالی کرد، وزیر خارجه چقدر خوشحالی کرد، حامیانش مانه در عربستان سعودی و کشورهای دیگه چقدر خوشحالی کردند. اگر انتخاباتی سنار یا انتخابات مجلس ببره، بنام بایدن میتونه یک بار دیگر به خود جایگاه پیدا کنه. به فکر میکنم با کشتن ایمن زواری تمکی از محبوبیتش که بسیار کاسته شده یک اندازه طرف بالا میره. ممنونتان آقای یارمند. شما نقش کشورها و استخبارات منطقه را در طراحی و حتی در پیاده کردن این حمله چقدر میدانین؟ هر کشور نقش خود دارد. در مجموع کشورها بین خود قرارداد استخباراتی می داشته باشند. امارات متحده عربی، قطر، عربستان، پاکستان، مثلا این کشورها در مجموع کشورهایی هستند که قراردادهای استخباراتی خود می داشته باشند. اما در خصوص این که ایمن الزواهری به چه شکل کشته شده، اطلاع از طرف کی بوده، تحلیل و ارزیابی چگونه صورت گرفته، تثبیت موقعیت چگونه صورت گرفته، چقدر وقت زیر تعقیب بوده، اما فایل دوسیه از این که بالاخره اما اقدامات قانونی و لازمی و متناسب را تنظیم کرده. و یک چیزی را که من خدمتان عرض کنم، این موضوع موضوع پروژه کشفی و تعقیبی است. زمانش و اینمی مقارن به وقتی است که بایدن در آستانه انتخابات قرار داره چندی بعد، خویز به مقارنی همی هست. اما این یک در مجموع یک پروژه کشفی است و یک پروژه تعقیب است که اینا انجام دادن و قمانده و امری از این را باید بایدن میداد از لحاظ قانونی که او صادر کرده امره. به این اساس فهم ما این است که قراردادهای استخباراتی وجود می داشته باشه، شاید این را پورا کس کدام کشوری گرفته باشه، یا این را منابع انسانی پرتاب شده خود امریکا یا در داخل طالبان این را تثبیت کرده باشه، و یا ای است که اینی امریکا اگر راپور هم برش برسد تا زمانی که خودش تعقیب نکنه، خودش هدف نبینه. من ولی متیقن به ای هستم که این مرمی که ثابت کرده به ایمن زواهری عکسی از زیر گرفته و در مو اصنا و امریکایی ها امو جریانی که چگونه ثابت کرده مرمی به ریزی ایره مکش دارن. درست است. آقای احمدی، به نظر شما امارت اسلامی حالا باید چگونه این وضعیت را مدیریت کنه کوتاه؟ ببینید، تا هنوز ابتکار عمل به دست امارت اسلامی و طالبا بود که با روی اتخاذ کدام روی کرد و با چی تعامل با کشورهای دنیا و منطقه بتنن ثبات، امنیت و حتی استحکام امارت تامین کنند. ولی حالا به نظر ما با این تحول فعلا ابتکار عمل از طالبا گرفته شده و مضافاً برای که فعلا اینا دوچار یک نوع چند دستگی، دو دستگی و حتی دست پاچگی به خاطر از اینکه همیالا نفس امی جنازه برای اونها یک معماست و اینکه همیالا عملا بخش از مقامات امارات یا به جنوب رفتن یا به مشرقی رفتن، این هم نشانگر از این است که اینا فعلا در یک وضعیت کاملا سراسیمگی قرار دارن. ما پیشبینی و یا حدس میمیست و یا حدس آمیست که اینمی یک مرحله بسیار دشوار گذر است. امارت اسلامی دو را بیشتر نداره، یا تا آخرین نقطه بکشن که با دنیا تعامل کنن و ایده شرایط فرصت های ای کار کاملا از بین رفته، بسیار مشکل است با این قضیه، چون سند ثبوتی دادن که بسیار پاک کردنش مشکل. یک نکته. نکته دوم، از آدرس تقابل با دنیا اینا میخوام دوام کنن، این هم کار بسیار دشوار و مشکل است. عین همین اتفاق متاسفانه در دهه 70 اتفاق افتاد و طالبا حالا در شرایطی قرار داره که توپ فوتبال در میدان طالباست و طالبا با این توپ چی بازی میکنن، چه شگرد را پیش میگیرن، چه ابتکار عمل به خرج میدن. این کار بسیار سخت و دشواره و من فعلا وضعیت زیاد خوب نمیبینم. تشکر. آقای سیدی، بر رغم این حمله فکر میکنین دنیا به زودی ها با امارت اسلامی تعامل کنه؟ به هیچ صورت، به خاطر اینکه سر از امروز دنیا تجدید نظر میکنه، به خاطر اینکه اول ثابت شد اون چیزی را که مخالفین طالبان میگفتن که طالبان روابط خود با تروریسم قطع نکرده، با کشتن ایمن زواهری ثابت شد که طالب روابط تنگ و تنگ با تروریسم داره. دوم، چاقویی مخالفین دسته پیدا میکنه که ما میگفتیم که طالب وفادار نیست، عهد نداره، به قول خود استاده نمیشه، تروریسم حمایت میکنه، این سند دومش پیدا میشه. و از طرف دیگه دنیایی که
از تروریسم بد میبوزن، تکان میخورن که اگر ما در طالب حمایت کنیم بلای دیگری به جان خود میکنیم. این مشکل دیگه است. و همچنین کشتن ایمن زواری هرگز این امکان دیگه نمیده که طالبا در بین خود بتانن اتحاد اتفاق کنن. شگافی که ایجاد شده که در مهمانخانه آقای اقوانی بوده، اقربای آقای اقوانی کشته شده، این کار بسیار کاری بزرگی است و باید یک طرف سرکوب شه، تصفیه حساب شه، باز گروه دیگر بعد از با دنیا تعامل کنه که فکر میکنم این فرصت ها رو طالبا از دست داده. ولی دیده شود با فقط میقدر میگویم که امریکا شاید برای یک و دو روزی تعمل و وصوله کنه، بعدا اگر بخواهد شاید کسانی که با امریکا مخالف هستند با سیاستاش اونا رو هم نشانه میگیره. وقتی که وزرای طالبا مسئولیت خود از دست میتن، وقتی که امنیت خود از دست میتن، کار هم دشوار میشه. آقای یارمن، به نظر شما امارت اسلامی در کارشیوه نظامی خود چه تغییر بیاره تا اینکه تا زمانی که هماهنگی صورت نگیره از حریم فضای افغانستان سوء استفاده نشه؟ من خدمتتان عرض کنم که طالبا به خاطر از اینکه در افغانستان دولت داشته باشن و دولت پایدار و باثبات داشته باشن، اینا آفریده به این شکل نشدن. اگر اینا به خاطر ثبات در افغانستان کار میکردن و به خاطر از این کار میکردن که باید در افغانستان ابقا میشدن، اینا ایمن و زواهی را جای نمیدادن، سایر پدیدهای تروریستی را جای نمیدادن. رهبر از اینا که در جلسه به اصطلاح علما در کابل صحبت کرد، گفت که کسی سر ما اتم هم استعمال کنه، ما از شوکات اصول خود بیرون نمیشیم. بنابراین اینا یک ایدئولوژی هستن. اینا اساسا این روابطی را که آقای متقی تلاش میکرد در یک کشور در اون کشور میرفت، این یک روشی بود به خاطر تغییر ذهنیت دنیا که یک بار اینا به رسمیت شناخته شوند. وقتی که اینا به رسمیت شناخته شدن، خب مگر دنیا تحت شرایط اینا را به رسمیت میشناسه که اونا استانداردها را داشته باشن، اما ارزش‌هایی را که دنیا میخواهد در وجود از یا او ارزش‌ها را باید اینا در وجود خود تقویت بکنن، این چیزها در وجود از یا نبود. بنابراین یا میخواستن که با دنیا بازی بکنن، در حالی که دنیا تار و پودی از یا را میفهمید. به این اساس فهم من این است که طالب ها در ساختارهای بعدی که در افغانستان می آید، اونمو گروهی که با ایالات متحده امریکا تفاهم داره، اونمو بخش شاید تشکر باقی بمانه و گروه های دیگه که ممنون. ایالات متحده امریکا به عنوان مخالفین خود تشخیص داده، اونا را آیستا آیستا کنار بزنه. سپاس از مهمانان گرامی بابت حضورشون. محمد علی احمدی استاد دانشگاه، احمد سعیدی استاد دانشگاه و مرزا محمد یارمن آگاه مسائل نظامی. همچنان بابت همراهی شما بیننده های عزیز سپاسگزار هستم. همچنان بیننده تلویزیون یک باشید. خداحافظ.